خوش آمدیم شاگردای عزیز به بخش دوم فصل دوم. امیدوارم که به جلسه قبلی که فصل اول مورد مطالعه قرار دادیم سوال پیش ما باقی نمانده باشه و انشاءالله باورمند اینم که اگر کلیپ درست نگاه کرده باشیم سوالاتی که در اخیر فصل مطرح شده پاسخ داده میتونیم. به امید خدا درس خور با شما آغاز میکنیم. مبحث دوم ما با شما در مورد میتابولیزمه. ابتدا لازم به اینه که بفهمیم میتابولیزم یعنی چی. میتابولیزم یک کلمه یونانیه و به مفهوم تغییر و تبادله، تغییر و تبادله که در حقیقت تمام تغییرات و تبادلات کیمیاوی که در داخل یک میکرواگانیسم یا یک ارگانیسم زنده صورت میگیره اون میگم میتابولیزم. بدن انسان ها و بدن کل موجودات از حجره ساخته شده. واحد وظیفوی و ساختاری موجود زنده حجره. تمام حجرات از لحاظ ساختمان و شکل با هم تفاوت دارن، ولی ترکیب کیمیاوی اینا تا 1% بسیار بالایی با هم شباهت داره. بعد از آن جنبه های میتابولیزم. آمادیم تعریف میتابولیزم رو فهمیدیم، کارکرد میتابولیزم رو فهمیدیم، میایم رو جنبه های میتابولیزم. شاگرد عزیز، میتابولیزم دو جنبه داره. جنبه اول به دست آوردن انرژی، جنبه دوم مصرف کردن همون انرژی. پس در حقیقت به دست آوردن انرژی و مصرف انرژی دو تا از جنبه های میتابولیزمه. تمام حجرات، نکته ای که نباید یاد ما و شما بره، تمام حجرات دارای مرکبات عضوی و غیر عضوی هم. مرکبات عضوی مثل پروتئین، مثل شام، مثل کربوهیدرات، مثل نوکلیک اسید، و مرکبات غیر عضوی مثل آب، مثل منرال ها. پس در حقیقت داخل حجرات مرکباتی که وجود داره عضویه و غیر عضوی. عضوی مثل پروتئین، شام، کربوهیدرات، نوکلیک اسید، غیر عضوی مثل آب، منرال و غیره. خب اگر دقت کرده باشیم ما به این تصویر اشکال داریم، اشکال میتابولیزم. میتابولیزم دو شکل داره، یا آنابولیزم یا کاتابولیزم. آنابولیزم در حقیقت به اون تعاملاتی گفته میشه که اونا میسازن. پس میتونیم بگیم آنابولیزم تعاملات تعمیری یا تعاملات ترکیبی. ما از اجرای کوچیک کوچیک میاییم، از موجودات کوچیک کوچیک یک جنس کلونر یا بزرگر میسازیم. پس از یک موجود کوچکی یا از یک ماده کوچکی میایم یک ماده بزرگتری جور میکنیم، بهش میگم آنابولیزم. کاتابولیزم در حقیقت تمام او تعاملاتی که تخریبیه یا تجزیویه، یعنی یک مولکول بزرگر کوچک میکنیم، یک مولکول بزرگر میشکنیم. هر وقت یک مولکول بزرگر به قطعات کوچک کوچک تقسیم کردیم اونو وقت میشه کاتابولیزم. طبقه که به تصویر میبینیم در بحث کاتابولیزم گفتیم large molecules یعنی مولکول های بزرگ تبدیل میشه به small molecules، دیدیم کوچک کوچک شد. در بحث آنابولیزم میگیم small molecules ذرات کوچک کوچک میایم large molecule یا یک مولکول بزرگیر میسازم. روی معادلات در این قسمت شما مشاهده میکنیم که اگزین به علاوه 6 مولکول اکسیژن با هم تعامل کرده، محصول تعامل شده کربن دای اکساید، آب و انرژی. نکته ای که باید یاد ما با شما بمونه اینه که به تمامی او تعاملات کیمیاوی که کربن هیدروژن و اکسیژن شامل باشه، محصول او تعامل همیشه کربن دای اکساید، آب و انرژیه. پس یک مولکول بزرگر آمادیم به یک مولکول کوچک تبدیل کردیم. پس نتیجه و عمل کرده ما کاتابولیزمیه، یعنی تجزیویه. آنابولیزم در اینجی مولکول کوچک کربن دای اکساید داریم، 12 مولکول هم آب داریم، اینا رو با هم تعامل دادیم، در حقیقت گلوکوز، کربن دای اکساید و آب به دست آوردیم. پس آمادیم از ذرات کوچک ذره بزرگر ساختیم. با دو تا اصطلاح در این درس باید ما و شما آشنا بشیم. او دو تا اصطلاح چیه؟ اسیمیلیشن، دیسیمیلیشن. اسیمیلیشن یعنی چی؟ دیسیمیلیشن یعنی چی؟
تمامی موادی که از بیرون قرار بیای داخل بدن، تمامی موادی که اجره قرار اونا رو از بیرون بخو اچیف کنه به دست بیاره، روندی به نام اسیمیلیشن اونا رو به داخل حجره میبره و مطابق با نیاز حجره اونا رو آماده میکنه. دیسیمیلیشن چی روندیه؟ دیسیمیلیشن روندیه که مواد آماده داخل حجروی تجزیه میکنه. در اینجا یک نکته به نام اهمیت، یک نکته رو باید فراموش نکنیم. تمام تعاملات آنابولیزم و کتابولیزم در داخل بدن باید یک سیر تعادلی دنبال بکنم. سیر تعادلی یعنی چی؟ سیر تعادلی به این معنا که اگر تعاملات کتابولیزمی داخل بدن زیاد باشه، اجرات آهسته آهسته استعاله میکنه، دیجنریشن میکنه و بالاخره فرد میمیره. اگر آنابولیزم تعاملات داخل بدن زیاد باشه، سبب میشه که تمام مواد به داخل بدن تجمع پیدا بکنه و سبب اوبوزیده شدن یا چاق شدن بیش از حد فرد میشه. پس برای از این که بدن انسان نرمال باشه و تمام تعاملات به داخل بدن به شکل درست اتفاق بفته، که نیازمند اینیم که یک تعادل بسیار خوب به بین کتابولیزم و آنابولیزم وجود داشته باشه. البته تعادل بسیار خوب به این مفهوم نیه که اینا با هم مساوی باشن. اگر دو با هم مساوی باشن، اما از اینکه جور بشن، اما از بین میره و انسان هیچ وقت اگر رشد کرده نمیتونه. پس گفتیم باید یک اندازه آنابولیزم از کتابولیزم زیادتر باشه، که همین مفهوم اینجی تعادل نسبیه. از در مرحله آنابولیزم حجرات از ذرات خورد استفاده میکنم و برای خود خوب چی میسازم؟ پروتئین میسازم، لپید میسازم، کربوهیدرات یا قند میسازم و نوکلیک اسید میسازم. خب حجرات دارای مرکبات عضوی و غیر عضوی هم. هر دوی این موضوع داخل حجره وجود داره. وقتی میگیم غیر عضوی مقصود ما آب و منرال هایه. وقتی میگیم عضوی شامل پروتئین، لپید، کربوهیدرات، نوکلیک اسید. انزایم هم شامل شده میتونه. در ابتدا آب را مورد مطالعه قرار میدیم. آب چیه؟ شاید به لحاظ ساختاری بفهمیم. میگیم دو مولکول هیدروژن، یک مولکول اکسیژن. خب گپ خیلی واضح و گپ خیلی خوبی که بفهمیم. یک نکته که باید یاد ما شما بمونه اینه که وزن بدن 65 تا 95% آب تشکیل میده. و این یک نکته خیلی کلیدیه که در آخر این موضوع اهمیت آب داخل بدن انشاءالله با هم مورد بحث قرار میدیم. در اینجی نکته که شما مشاهده میکنیم اشکال آب اجره. آب در داخل اجره به دو شکل وجود داره، یا شکل بازه یا شکل بسته. هر کدوم از اینا نقش خاص خود خور داره. آب بازی که در داخل حجره وجود داره برای متابولیزم نقش داره و مواد اضافی حجره رقیق میکنه و به اطراء آب اضافی نقش مهمی بازی میکنه. آب بسته چیکار میکنه؟ هر زمانی که آب باز در دسترس نباشه، آب باز ضایع بشه و یا در هنگام سل دیویژن یا تقسیم حجروی حجره نیاز داره که از آب بسته استفاده بکنه. خیلی خوب، حالا با دو تا اصطلاح باید آشنا باشیم. یکی ECF، دومی معذرت ICF. ECF extracellular fluid، ICF intracellular fluid. دو تا از مایعاتی هم که حجرات را تسخیر کردم. به این نکته باید پی ببریم که تمام حجرات بدن ما و شما در حقیقت به وسیله آب هم از داخل هم از بیرون معاصره شده. خب مطمئنا باید یک نقش خیلی جالبی ای آب داشته باشه. اهمیت کلینیکی ای آب در چیه؟ اهمیت در اینه که در فضایی که ما شما زندگی میکنیم حرارت اونجا کانستنت یا ثابت نیه. اگر قرار میبود حجرات بدن ما به وسیله آب انحصار نمیشد، با بلند رفتن حرارت گرمای بدن ما بیحد بالا میرفت، با پایین آمدن حرارت گرمای بدن ما بسیار پایین میامد. پس در حقیقت ای آب که کنترل میکنه تب ما و شمار و حرارت بدن ما و شمار که از حد بالا نره یا پایین نیاید.
برای ثبوت این گپ یک تجربه بسیار ساده شما میتونیم انجام بدیم. تجربه چیه؟ خیلی ساده. اگه به مدت 5 ثانیه 50 گرم آب بر روی یک شعله آتش قرار بدیم، 50 گرم مثل هم بر روی یک شعله آتش قرار بدیم، در اون وقت دقیقا متوجه میشیم که 50 گرم مس دقیقا خیلی سریع گرم شده نسبت به 50 گرم آب. پس میگیم این حکمتیه که تمام وجود ما به وسیله آب محاصره شده. امیدوار به اینم که انشالله با خواندن و مطالعه کردن این درس بتونیم سوالات اخیر فصل پاسخ بدیم. تا جلسه بعد، بدرود.